سلام، توی این ویدیو قراره با هم دیگه با استفاده از نرم افزار اینشات روی موبایل ادیت ویدیو انجام بدیم. چه به اینکه گوشی شما از چه OSی داره ساپورت میکنه، iOS هستین یا اندروید یا هر سیستم عامل دیگه ای، به اپ استورتون برین و اپلیکیشن اینشات رو روی گوشیتون دانلود کنین. بعد از دانلود اپلیکیشن روی گوشیتون اون رو باز کنین و گزینه منیو رو بزنین و ویدئویی که میخواین ادیت کنین رو انتخاب کنین. بعد از باز شدن ویدئو توی اپلیکیشن با اولین گزینه که مواجه میشین گزینه کنواس هست. توی این منو میتونید اندازه و سایت پلتفرمی که میخواین براش خروجی بگیرین رو مشخص کنین. توی منوی کنواس 3 تا گزینه داریم: رشیو، زوم، بک‌گراند. توی گزینه بک‌گراند میتونید بک‌گراند ویدیوتون رو با توجه به اون سایز و ابعادی که واسه پلتفرم و خروجی گرفتن ویدیوتون انتخاب کردین مشخص کنید. میتونید پشتش رو بلر کنین، از تمپلیت استفاده کنین، رنگ بدین، هر جور دوست دارین طراحیش کنین. اگر صدای بک‌گراند ویدیوتون رو دوست ندارین از منوی والوم میتونین اون رو کم کنید یا کلن قطعش کنید. از طریق گزینه اسپید میتونید سرعت ویدیوتون رو کم یا زیاد کنید. اگر دوست دارین گیف یا استیکر خاصی روی ویدیوتون باشه از منوی استیکر میتونین گزینه‌ای که دوست دارین رو انتخاب کنین و به ویدیوتون اضافهش کنید. شما توی منوی موزیک میتونید موزیک که دوست دارین از طریق کامپیوترتون ایمپورت کنید توی گوشی و توی اپلیکیشن بندازینش. میتونید صدای خودتون رو ویدیو بذارید یا میتونید از موزیک ها و ساوند افکت های دیفالت خود اپلیکیشن استفاده کنید. گزینه تکست برای اضافه کردن متن به ویدیوتون هستش. اگر متنتون انگلیسیه که میتونین از طریق فونت‌های دیفالت خود اپلیکیشن استفاده کنید. اگر نه میتونین فونت فارسی مد نظرتون رو دانلود کنید و توی اپلیکیشن ایمپورت کنید و متنتون رو روی اون فونت قرار بدین تا به همون شکل در بیاد. شما توی این قسمت میتونین به تکستتون موشن بدین، الائنمنتش رو تغییر بدین، رنگ و سایز فونت رو هم میتونین تغییر بدین. گزینه بعدی که توی اپلیکیشن هست و برای ادیت ویدیو شاید خیلی به دردتون بخوره گزینه فیلتره. توی گزینه فیلتر ما سه تا منو میبینیم: ادجاستمنت، فیلتر، افکت. توی قسمت افکت و فیلتر یه سری فیلترهای آماده خود اپلیکیشن هست که با توجه به اینکه اگر به درد ویدیوتون میخوره یا نه میتونین ازش استفاده کنین. ولی تو قسمت ادجاستمنت خودتون میتونید به صورت دستی اونا رو تغییر بدین. مثلا من توی این ویدیو سچوریشن، وارمز، کنتراست، فید، شارپنس رو تغییر دادم. سچوریشن شما میتونین رنگ ویدیوتون رو کم و زیاد کنین. با استفاده از گزینه لایتنس میتونین نور ویدیوتون رو کم و زیاد کنین. توی قسمت وارمز میتونین گرما و رنگ ویدیوتون رو کم و زیاد کنین. رو شارپنس میتونین خورده شفاف کنه ویدیوتون رو و همینطور از بقیه گزینه ها استفاده کنین و اونجوری که دوست دارین رنگ ویدیوتون رو تغییر بدین. شما توی استفاده از این اپلیکیشن برای خلاقیت دستتون کلی بازه. مثلا من توی این ویدیو از کانسپت ماشین و خیابون استفاده کردم. من میتونم به راحتی با استفاده از گزینه اسپلیت
ویدئوم رو تیکه کنم و یه بخشیش رو که مربوط به راه رفتن ماشین ها هستن به صورت ریورس در بیارم، یعنی یه بخش از ویدئوم عادی ماشین ها دارن رو به جلو حرکت میکنن و قسمت دوم ویدئوم میتونم ماشین ها رو به حرکت و خلاف جهت برونم. فقط کافیه وقتی با یه همچون اپلیکیشن های روبرو میشین یه ذره کنجکاو باشین، کلی با فیچرها و ویژگی هایی که دارن بازی کنین تا ویدئوتون رو به خلاقانه ترین حالت ممکن ادیت کنین. خب حالا وقت خروجی گرفتنه. شما با استفاده از گزینه بالا سمت راست میتونید از ویدئوتون خروجی بگیرید، اونجا رزولوشن و فریم ریتش رو مشخص کنید تا ببینید حجم ویدئوتون چقدر شده. حالا گزینه سیو رو بزنید و یکم صبر کنید تا اکسپورت تموم بشه. خب حالا ویدئوتون توی گالریتون سیو، میتونید برید و ببینید و با دوستاتون تو هر سوشال میدیایی که دوست دارید به اشتراک بذارید. و در آخر من نیلوفر هستم. مرسی از اینکه این ویدئو رو دیدین. اگر سوالی داشتین توی کامنت ها بنویسین تا حتما بهتون جواب بدم. ویدئو رو لایک کنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم روشن کنید تا اگر ویدئو جدید آپلود شد اولین نفر متوجه شید. تا ویدئو بعد، خدا نگهدار.